نکته دوم نکته ایست که هر شبکه خبری در صفحات مجازی دارای یه سری کرمهایی است بر روی قلاب‌ها. به این با توجه کنید، یعنی مثلا شما میری مثلا فارسی خبرگزاری اسرائیل به فارسی، یا مثلا آمریکا به فارسی، یا ایتالیا به فارسی، اینها یه سری رو فالو کردن دیگه، اینا رو باید فالوورش رو چک کنین. این افراد به نوعی کرمهایی هستن که شما میتونید برای ماهیگیری قلاب بنید ازشون کشف کنید. یعنی چی؟ یعنی خبری که قراره 20 روز دیگه بیاد بیرون، بعضی از این احمق ها لو میدن، چون خیلی ها دوستان میگن ما میدونیم، ما میفهمیم. برای همین نگاه کنید، اون یارو پسره که شاسکول، پسر اون یارو که شاسکول تره در اسرائیل، یه دونه توییت زد، نمیدونم هنن نیت چی، و پاکش کرد. این برای چی نزد؟ اون که دوست دخترش به این یارو اطرافیانش اینا، مثل بچه آقازاده ها، مثل بچه هایی مثلا زمان همین شاه و اینا، وزرای زمان شاه، همشون برای که میخوام بگم ما میدونیم چیزی یا یه خبری داریم، مجبوره که بعضی واقع اینها گاف میدن. از روی این گاف ها میشه مطلب رو فهمید. خب همین رو دارم توضیح میدم برای که بدونید. پس من اگه میخوام یه خبری رو چک کنم، بدونه بجز اینکه یه سری چیزایی رو میدونم و بجز اینکه یه چیزایی رو میفهمم و بجز اینکه یه چیزهایی رو میاد و میفهمم، بجز اینا رو همه رو بذاریم کنار، سورس هایی رو دارم، اکانت هایی رو میشناسم، گروه ها رو میشناسم، نقاط قرمز شبکه ها رو میشناسم، سیاست مدار ها نوع تفکرشون رو میشناسم، به همین خاطر از اینها یه نتیجه میگیرم، میگم اه از قرار این اتفاق بیفته، به همین خاطر همه با ما لجن.